پس لرزه های استعفای دو مدیر وزارت بهداشت ایران در اعتراض به سوء مدیریت در بحران کرونا، چه کسی مسئول افزایش موارد ابتلا و مرگ و میر هاست؟ از میهمانان برنامه میپرسیم که آیا در ایران به دنبال مقصر میگردند و چرا اختلاف نظر بر سر طب سنتی برای درمان کرونا به عالی ترین رده مدیریت بهداشت و درمان رسیده. در ادامه 60 دقیقه امشب پایتخت افغانستان زیر آتش راکت‌های بی هدف، طالبان گفته حملات کابل کار این گروه نبوده. هم بی خانمان شدند و هم تن سوخته. شهردار بندر عباس در واکنش به خودسوزی زنی که آلومینیکش را خراب کردند گفته از سمتش کنار نمی رود. اجلاس سالانه 20 کشور ثروتمند جهان به میزبانی ریاض، پادشاه عربستان خواستار دسترسی همگانی به واکسن کرونا شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران همچنان در اوج است، با بیشتر از 430 قربانی در 24 ساعت گذشته، آماری که با کشتاری در یک جنگ تمام عیار قابل مقایسه است. دولت چاره‌ای ندیده جز افزایش محدودیت‌های جدید، ولی در گرماگرم جدالی سخت با کووید 19 دعوا در وزارت بهداشت ایران بالا گرفته و کار به استعفای دو مدیر ارشد این وزارتخانه کشیده، آن هم با رد و بدل شدن انتقادهای تند و گاهی شخصی بین وزیر و معاونش، از جمله اینکه رضا ملکزاده معاون مستعفی عملکرد سعید نمکی وزیر بهداشت را غلط و پرنقص توصیف کرده. موضوع کارهای طب سنتی هم به عنوان یکی از روش‌های درمان به اختلاف‌ها اضافه شده. آیا در ایران به دنبال یک مقصر می‌گردند؟ حالا که نزدیک به یک سال از همه‌گیر شدن کرونا می‌گذرد، دولت می‌داند چه باید بکند؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از فرین عاصمی. ببینید سطح شهر ترافیک، اول آذر ترافیک در تهران بارانی، روزی که قرار بود آغاز محدودیت‌های تازه برای مبارزه با کرونا باشد، یا آنطور که دولت ایران میگوید تعطیلی هوشمند شهرها بسته به شرایطشان. شما الان با هر کی صحبت کنی میگه من شغلم خدماتی، باید بیام سر کار. یعنی اصلا این تعطیلات برای این بود به مردم بگیم آقا این مسئله ویروس کرونا خیلی جدیه. همین. دولت همچنان اصرار دارد مسافرت، مهمانی و شرکت در مراسم ختم دلیل شیوع گسترده کرونا است. الان اون مقداری که کسب و کار مشکل درست کرده برای این بیماری خیلی بیش از اون دور همی ها ایجاد کرده. اما غم نان برای تعداد زیادی از مردم واقعی است و حیاتشان بستگی به درآمد روزانه دارد. یک کیلو چیزامو نفروشم شب گرسنه‌ام. راضیم شاید کرونا بگیرم، خب، ولی راضی نیستم خانواده‌ام تو عذاب باشن. این هم تصاویری از بازار تهران. امروز اول آذر، اولین روز شروع محدودیت‌ها و روایتی از یک شهروند تهرانی. مغازه‌ها به ظاهر بسته است، ولی خب رفت آمد میشه. خیلی از مغازه‌ها کرکره‌هاشون رو می‌کشن پایین و بعدش می‌کشن بالا. دولت اما گفته به کسانی که کسب و کارشان تعطیل شده کمک مالی می‌کند، کمکی که خیلی‌ها می‌گویند کفاف زندگیشان را نمی‌دهد. یکی این است که شبیه اون 1,000,000 تومانی که پرداخت شد به خانوارها، به این 30,000,000 نفر به خانوارشون تخصیص پیدا خواهد کرد، و دوم به مدت از آذر ماه تا پایان سال ماهانه به هر کدام از اعضای خانوار معادل 100,000 تومان به سرپرست خانوار پرداخت میشه. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید در شبانه روز گذشته 431 نفر دیگر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. نزدیک به 13,000 نفر هم مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. بسیاری از مقام‌های بهداشتی میگویند آمار واقعی 2 تا 3 برابر آمار وزارت بهداشت است. ستاد ملی کرونا شهرهای مختلف ایران را به 3 گروه قرمز، نارنجی و زرد تقسیم کرده
رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته اگر در شهری به ازای هر 100,000 نفر در روز 4 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شوند، وضعیتش زرد است. در صورت رسیدن آمار مبتلایان به 6 نفر در روز، وضعیتش نارنجی می شود. اگر در شهری به ازای هر 100,000 نفر روزانه 10 نفر مبتلا به کرونا شناسایی شوند، وضعیت این شهر قرمز می شود. 27 استان ایران در وضعیت قرمز ارزیابی شدند. بر اساس طرح جدید، در شهرهای قرمز به جز مشاغل رده 1 بقیه تعطیل شدند. ساکنان شهرهای قرمز و نارنجی اجازه ورود به دیگر شهرها را ندارند. ورود افراد غیر بومی به شهر قرمز و تردد از شهر قرمز به دیگر شهرها 1,000,000 تومان جریمه دارد. ورود افراد غیر بومی به شهر نارنجی و تردد از شهر نارنجی به دیگر شهرها 500,000 تومان جریمه دارد. وسایل نقلیه شخصی پلاک تهران که به شهرهای دیگر بروند هر 24 ساعت 1,000,000 تومان جریمه می شوند. در 24 ساعت گذشته 2 مدیر در وزارت بهداشت استعفا کردند. استعفای آنها به دنبال انتقاد وزیر بهداشت از وضعیت تحقیقات سلامت در ایران بوده. علی نوبخت حقیقی، نائب رئیس و دبیر شورای مشورتی بیماری کرونا، یکی از 2 مدیری است که در واکنش به این سخنان استعفا کرده. دیگری رضا ملکزاده است، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران. دولت ایران بعد از 1 ماه مخفی کاری تایید کرد که کرونا وارد ایران شده. ماها هم در برابر درخواست‌های قرنطینه مقاومت کرد. منتقدان میگویند دولت و ستاد مقابله با کرونا نتوانستند تصمیم‌های مؤثری برای کاهش ابتلای مردم به کرونا بگیرند. دولت رعایت نکردن مردم را دلیل اصلی شیوع کرونا می‌داند. مردم اما میگویند مشکلات اقتصادی اجازه ماندن در خانه را به آنها نمی‌دهد. فعلا اما کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. فرین عاصمی، بی بی سی. پوریا ناظمی، خبرنگار علمی که از ابتدا روی همه‌گیری کرونا مطالعه کرده، از اوتاوا در کانادا با ما هستند. آقای ناظمی، اول کمی از انتقادهای آقای ملکزاده بگید. رضا ملکزاده در نامه‌ای بسیار بی‌پرده و صریح انتقادهایی رو به رهبری وزارت بهداشت درمان و شخص وزیر وارد کرده. بله، آقای ملکزاده قبلا هم در واقع چند روز پیش هم در واقع یک نقد جدی را به سیستم مدیریت وزارت بهداشت داشت. در نامه استعفای خودشون عمدتا بر 4 مورد تاکید کردن. اول، مدیریت غلط همه‌گیری از سوی وزیر بهداشت هستش. دوم، ادعای بی اساس ایشون در رابطه با واکسن ایرانی و در واقع موج و شور و هیجانی که ممکنه که واکسن ایرانی ایجاد کنه که بر مبنای داده‌های علمی و بر مبنای نظر ایشون غلط هستش. سوم، ادعای بی اساس وزارتخونه و همچنین سازمان نظارت بر دارو و غذا بر مبنای مؤثر بودن داروهای گیاهی بدون طی کردن در واقع مراحل علمی و پژوهشی مورد نظر. و از نکته چهارم، عدم آشنایی وزیر با پژوهش علمی، که این در واقع پاسخی به نقدی بود که وزیر نسبت به عمل کرده ایشون داشت که چرا پژوهش‌های معاونت پژوهشی منجر به دستاورد سریع در زمینه مهار نشده. و خب این هم بعداً دیدیم که با واکنش وزیر مواجه شده. بله، آقای نمکی گفتن که بعضی از موارد غیر عالمانه از قبیل عدم ابتلای مجدد، گرفتاری 30,000,000 نفر هموطن و ترویج اندیشه ایمنی دست جمعی از تراوشات مجموعی بوده که آقای ملکزاده اون رو اداره میکرده. به نظر میاد که دارن تقصیر رو گردن همدیگه میندازند. تلاشی به نظر میاد. بله، تلاشی صورت میگیره که مقصر رو پیدا بکنن. به نظر میرسه اینطوریه. حداقل از داستان بزرگتر و اون آرک بزرگتر داستان به نظر میرسه که این ماجرای اصلی. مسئولین هم میدونن به خوبی که وضعیت مهار و مدیریت کرونا در ایران میشه گفت فاجعه بار هستش. این رو باید تذکر بدیم به بینندگانمون. منظورمون این نیستش که بقیه جاهای دنیا وضعیت خوبی دارن. همه جای دنیا با رسیدن به نزدیک زمستان شاهد یک اوج وحشتناکی در تعداد پرونده ها بودن. آنچه که باعث میشه که مدیریت ایران زیر سوال بره این هستش که اگرچه در همه دنیا یا این افزایش تعداد پرونده ها وجود داره، اما تعداد مرگ ناشی از کووید نسبت به اون موج اولی که در ماه های اول داشتیم یا همون سطح یا اندکی پایین تره. در ایران این دو نمودار، تعداد ابتلاها و تعداد مرگ و میر ناشی از کووید، در واقع به شکل دارای یک وابستگی با هم مانند همدیگه دارن رشد میکنن و این خطرناکه. و به همین دلیل روند مدیریت پروژه در ایران به نظر میرسه که نتیجه نداده. طبیعیه که بخش‌های مختلف به دنبال مقصر بگردن. ضمن اینکه یک نکته جنبی هم وجود داره، ما داریم نزدیک میشیم احتمالاً به فصل انتخابات و ممکنه که برخی از در واقع ایده‌های سیاسی در این مقصر پیدا کردن هم نقش داشته باشه. از ابتدای همه‌گیری کرونا در ایران موضوع بحث موضوع طب سنتی مطرح بوده. حرف از
گیاه بنفشه بوده، حرف از شتر گهگداری مطرح بوده. چطوره که الان این موضوعات طب سنتی به مناقشه در عالی ترین سطح وزارت بهداشت کشیده؟ ببینید، طب سنتی در ایران دارای پایگاه قوی از نظر موقعیت سیاسی و قدرت هستش، یعنی یک لابی فوق العاده قدرتمندی از طب سنتی حمایت میکنه. دلایل مختلفی هم داره، ممکنه بخشش به دیدگاه‌های ایدئولوژیک برگرده، برخی نگرانی از اون چیزی که طب غربی گفته میشه و چیزهای دیگه. بخش در واقع جامعه پزشکی مخالفتی با تحقیق بر روی طب سنتی نداره. اونها معتقدن که مثل هر داروی دیگه‌ای، اگر ما فکر می‌کنیم یک درمان یا داروی طب سنتی در واقع مؤثر هستش، باید بیاد وارد فاز با آزمایشی بشه، طرح بالینی براش نوشته بشه، در واقع با حضور یک گروه شاهد بررسی بشه، اگر نتیجهش در اومد نتیجهش منتشر بشه و بعد وارد سازوکار درمانی بشه. اتفاقی که میفته اینه که کسانی که به طب سنتی در واقع حامی بزرگش هستن، معتقدن که این مراحل لازم نیست. طب سنتی اصلا یک فلسفه و مکتب فکری دیگه یه لازم نیست که قوانین پزشکی رو برش اعمال بکنن. و خب ما میدونیم که این ممکنه اثرات منفی داشته باشه. برای مثال در همین سالهای اخیر در گیاه خرزهره گفته شد، اخیراً راجع به ریشه شیرین بیان. ما میدونیم اینها گاهگداری ممکنه دوز زیادش رو افراد سالم اثر بذاره، اما به نظر میرسه به خصوص با مجلس فعلی و بخشی که در کمیسیون بهداشت مجلس هست، برخی از نماینده ها حامی جدی طب سنتی هستن، حتی استقبال کردن از استعفای آقای ملک‌زاده به دلیل اینکه ایشون مانع ایجاد میکرد در راه روان شدن در واقع درمان های طب سنتی. این اختلاف ریشه‌اش اگرچه قدیمیه، در این بحران خودش رو نشون میده و واقعا یکی از چالش هاییه که جامعه پزشکی ایران باهاش درس گریبانه. ضمن که در نظر بگیرید این کادر درمان ما به شدت داره آسیب می‌پذیره و این حمایت سیاسی و بودجه میتونست به کمک اونها بیاد. از استعفانامه آقای ملک‌زاده اینطور برمیاد که گویا شخص وزیر بهداشت هم از حامیان پروپا قرص طب سنتیه. حداقل این گونه میبینیم تو صحبت‌های قبلی ایشون بارها گفتن، همین چند هفته، کمتر از یک هفته پیش مصاحبه‌ای داشتن که گفته بودن که نه اونایی که میگن طب مدرن در واقع دور کاملا درسته راست میگن، نه اونایی که میگن طب سنتی درسته، ما باید راه وسط رو پیدا کنیم. به نظر میاد ایشون بیشتر، من نمیدونم که پشتوانه ذهنیش چیه، اما حداقل از نظر ظاهری به نظر میادش که میخواد سعی کنه که بین این دو فرآیند، بخش علمی که وجود داره و کارآمدیشون نشون داده و بخش نیروی در واقع لابیگر طب سنتی، یه نوعی مانور بده. اما ما میدونیم در حوزه‌های علمی این گونه نیست، یعنی الزاما هر مناقشه دو مناقشه معتبر نیست. یک محصول پزشکی، یک درمان یا دارو یا تایید میشه که کار میکنه یا کار نمیکنه، بنابراین دو سوی اصولا وجود نداره که بخواد. ولی ایشون به شدت حالا به دلایل مختلف این بازی رو در واقع انجام میده و سعی میکنه حمایت خودش رو بده. حتی اعضای ستاد مقابله با کرونا در یکی از مراکزی که گفته میشد به شکل خودجوش ساخته شده بود برای درمان کووید حضور پیدا کردن آقای دکتر زالی، و خب اینا نگران کننده است برای جامعه پزشکی. در مجامع درمانی و مجامع علمی این روزها حرف از واکسن خیلی زیاد هست. جالب این هست که در ایران هم این موضوع مطرح بوده، گویا این که یک تحقیقاتی شده، کارهایی در ایران صورت گرفته که به نظر میاد به این مناقشه هم بی ارتباط نیست. بله، یه بخشی از ماجرا در واقع به این برمیگرده. اصلا یکی از دلایل استعفای ملک‌زاده همین بود که وزیر ادعای بزرگنمایی شده درباره واکسن میکنه. ایشون چند توی گفتگویی گفته بودن که ما تا چند وقت دیگه با واکسن‌های خودمون دنیا رو شگفت زده می‌کنیم، معرکه به پا می‌کنیم. واقعیتش اینه که چندین گروه در ایران روی واکسن شروع کردن به کار کردن، اما برخلاف اون چیزی که گاهن از در واقع مسئولین ما می‌شنیدیم، اینکه ما وارد فاز انسانی شدیم، آزمایش‌های حیوانی نتیجه داده، در فاز بالینی هستیم، بر مبنای گزارشی که این مراکز در سازمان بهداشت جهانی فرستادن، 4 یا 5 مورد شرکت‌های خصوصی و از جمله دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی ایران طرح‌های واکسنی رو ارائه دادن. تمام این طرح‌ها در مرحله پری کلینیکال هستش، یعنی در مرحله پیش از بالی آزمایش‌های بالینی هست. در بهترین شرایط اگر فرض کنیم که بودجه کافی و نیروی انسانی کافی و همه چیز عالی در اختیار باشه و این پروژه بدون مشکل پیش بره، مثل اتفاقی در مورد واکسن فایزر افتاد یا مدرنا افتاد، از زمانی که این پروژه وارد فاز اول انسانی میشه تا زمانی که اولین آنالیزهای فاز سوم در واقع در بیاد چیزی حدود 6-7 ماه طول میکشه. یادمون باشه که ماه مارس بود که مدرنا وارد فاز اول انسانی شد. بنابراین در بهترین و خوشبینانه ترین شرایط، با در نظر گرفتن که همه چی درسته، بودجه کافی هست، نیروی انسانی کافی هست، ما اواخر تابستون تازه میتونیم نتایج اول رو داشته باشیم. ما همین الان میدونیم که 2 تا واکسن مدرنا و فایزر در واقع درخواست مجوز اضطراری از FDA رو کردن. جانسون اند جانسون اعلام کرده که اول سال 2021 در واقع محصول
آنالیز نهاییش رو ارائه میده، شرکت آکسفورد همینطور. بنابراین حتی در خوشبینانه ترین حالت واکسنی که از سوی ایران تولید بشه چیزی بوده 6-7 ماه عقبتر هست از فرایند واکسیناسیون جهانی. این اتفاق خوبیه که داره روش کار میشه. مهم اینه که این رو در واقع به اشتباه بزرگ نمایی میکنن و یک تصوری از قریب الوقوع بودن واکسن ایرانی میدن. همزمان وزارت بهداشت میگه که از طریق پروژه کوواکس متعلق به وزارت سازمان جهانی بهداشت هست درخواست مشارکت در استای واکسن رو کرده و قرار چند ده میلیون دوز هم از هندوستان در صورتی که واکسن اونها به نتیجه برسه بگیره. این تناقض ها نشون دهنده نوعی شکاف در مدیریت پروژه کووید هستش در ایران. ممنونم از پوریا ناظمی، خبرنگار علمی از اتاوا در کانادا با ما. اما دکتر یاسر قرشی، متخصص اطفال و پژوهشگر از تورنتو کانادا با ما هستند. آقای قرشی تا دو سال پیش در ایران بودند و کم و بیش هم فکر میکنم که بخش تحقیقات وزارت بهداشت رو دنبال میکردند، کارهای آقای ملکزاده هم همینطور. آقای قرشی، این که الان وزارت و شخص وزیر بهداشت میگه یکی از مقصران اصلی وضعیت فعلی همین بخش یا معاونت تحقیقات و فناوریه، این چقدر میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟ عرضم به حضور شما که من مطلقا موافق نیستم با وزیر بهداشت. البته همه افرادی که درگیر پژوهش‌های پزشکی در ایران بودن انتقاداتی دارن به سیستم پژوهش پزشکی، منتها انتقاداتی که ما داریم با این انتقاداتی که الان وزیر بهداشت و موافقینش دارن مطرح میکنن کاملا از زوایای مختلفی هست و من فکر نمی کنم توی بحرانی که الان داریم تجربه می کنیم به واسطه کرونا کوتاهی در زمینه پژوهش پزشکی حداقل صورت گرفته باشه. اون چیزایی که در ذهن وزیر بهداشت میگذره بر اساس اون سخنرانی که چند روز پیش داشته در اصفهان و سیستم آموزش پزشکی رو، سیستم در واقع تحقیقات پزشکی رو زیر سوال برده، کاملا نشون میده ایشون هیچ در واقع تصوری از نقش پژوهش و کارکرد پژوهش ندارن. به عنوان مثال ایشون اعتراض کردن که بیش از 98% بودجه داره صرف این میشه که مقاله چاپ بشه. ایشون حتی در این حد نمیدونه که در پزشکی مبتنی بر شواهد اتفاقا همین چاپ شدن مقالاته که پایه اصلی علمه. باید این مقاله ها منتشر بشه، روشون بحث بشه، ایراداتشون گرفته بشه تا نتیجه اینها به صورت تکست بوک یا پروتکل یا گایدلاین در اختیار جامعه قرار بگیره. متاسفانه ایشون اصلا متوجه این کارکرد پژوهش نیستن. از طرفی هم خب آقای ملکزاده انتقادهای متعددی رو مطرح میکنه، میگه که این مدیریت مدیریت غلطی بوده، مؤثر نبوده. میشه از ایشون هم پرسید که اگر چنین بوده چرا زودتر استعفا نداده؟ چرا گذاشته کار به اینجا برسه که ما در موج دوم تلفاتی رو در ایران میبینیم که تقریبا در جهان کم سابقه است اگر بی سابقه نباشه؟ درست. ببینید، به این موضوع از دو جنبه میشه نگاه کرد. یکی این که به هر حال آقای دکتر ملکزاده خودش عضوی از بدنه نظام وزیر بهداشت بوده سالها، بنابراین میشه اینجور برداشت کرد که شاید نخواسته خیلی به صورت واضح وارد تقابل بشه. و نکته دیگه اینه که میتونه اینطور باشه که شاید نه زودتر به این نتیجه رسیده ولی فکر کرده که حالا شاید بتونه کاری بکنه، شاید بتونه راهبردی ارائه بده، شاید بتونه این تحقیقات رو به جایی برسونه، یعنی هدایت مجموعه برای این تحقیقات رو به جایی برسونه و نهایتاً به این نتیجه رسیده که نه، واقعاً با این وضعیتی که هست، با این سیاستی که نظام در پیش گرفته، جایی برای کار علمی کردن وجود نداره. در استعفانامه ایشون اینطور ادعا میشه که گویا ایران رتبه نخست منطقه و کشورهای اسلامی رو از نظر تولیدات کمی و رشد کیفی و استناد به مقالات داره. این درسته؟ بله بله، دقیقا همینطوره. سال هاست که
واقعا وضعیت پژوهش پزشکی توی ایران داره رو به بهبود میره. با کمیته های پژوهش های دانشجویی که توی دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی شده بود از سالها پیش، دانشجوهای پزشکی اونا که علاقه مند هستند وارد این کمیته ها میشن، با پژوهش آشنا میشن و همینطور وارد بعدن سیستم تحقیقات پزشکی میشن. توی سالهای گذشته میبینیم که خیلی مقالات بسیار خوبی منتشر شده از سوی پزشکان و دانشمندان ایرانی، منتها خب این مقالات در استفاده ازشون فقط مختص ایران نیست. در واقع وقتی وارد سیستم مجلات پزشکی میشه بر اساس اعتبارشون و اون سنجشی که انجام میشه میتونه حتی در نگارش گایدلاین ها و تکست بوک های جهانی هم استناد بشه به این در واقع مقالات. آی دکتر، الان در شرایطی هستیم که آمار در ایران تکان دهنده است. صدها نفر آمار بر اساس آمارهای رسمی، غیر رسمی تازه ممکنه بیشتر از این هم باشه. واقعا بعد از نزدیک به یک سال دست و پنجه نرم کردن با ویروس کرونا و رسیدن به این نقطه، جای چنین بگومگیگوها، کشمکشها و در حقیقت دست به گریبان شدنها در وزارت بهداشت هست؟ طبیعتاً همچین درگیری‌هایی اونم به این شکل وسط این بحران منطقی و عقلانی نیست. منتها من فکر می‌کنم که یه قسمتی از بدنه وزارت بهداشت که نگاه علمی تری دارن و تا حالا داشتن سعی می‌کردن که شرایط رو به سمتی ببرن که قابل مدیریت باشه، الان دیگه به نتیجه رسیدن که مطلقاً جایی برای فعالیتشون نیست. یعنی فشارهای وارده از طرف لابی طرفداران طب اسلامی و طب سنتی انقدر زیاده که دیگه اینها هم نمیتونن مقاومت بکنن و در واقع به این نتیجه رسیدن که رها بکنن. آقای دکتر، طب سنتی که شما بهش اشاره کردید فقط در ایران نیست، در جاهای مختلف دنیا سابقه داره، بالاخره کاربرد داره، شاید یکی از نمونه‌های خوبش چین باشه. اصلا در جای دیگه دنیا شاهد چنین رقابتی هستیم بین طب سنتی و طب مدرن؟ ببینید، من به شخصه سراغ ندارم جایی همچین رقابتی رو، ممکنه باشه من اطلاع نداشته باشم، ولی نکته خیلی مهم اینه که حتی طب سنتی در جاهای دیگه که بهش استناد میشه یا باش کار بکنن به صورت آکادمیک داره آموزش داده میشه. شما در همین کانادا هم طب سنتی دانشکده داره، میتونن برن در واقع ناتروپاتیک مدیسن بخونن. منتها مسئله‌ای که هست، همه اینها نهایتش وقتی به مرحله آزمایش میرسه روی انسان و نتیجه بخشی روی انسان، پژوهش انجام میشه و بر اساس نتایجی که از اون پژوهش میگیرن عمل میکنن. متاسفانه توی ایران همچین دیدگاهی وجود نداره، کلن طب سنتی خودش رو مستثنای از پژوهش میدونه. یه باور بسیار غلطی هست که داروی گیاهی ضرر نداره، برای همین اصلا نیاز به آزمایش نداره، در صورتی که بسیاری از همین در واقع محصولات گیاهی فوق‌العاده پرضرر هستن، میتونن انسان سالم رو دچار مشکل بکنن. بنابراین فکر میکنم یه مشکل اصلی نگرشی هست که جامعه ما و یک سری مسئولان ما نسبت به طب سنتی دارن و کار کرد. و در نهایت ما بارها با شما صحبت کردیم آقای دکتر، گاهی آمارها بالا بوده، گاهی پایین بوده، گاهی بعضی از اقدامات کم و بیش نتیجه میداده، گاهی هم نه. در شرایط فعلی ایران رو در مسیر درست در جهت مبارزه با کرونا میبینید؟ خیر، متاسفانه به نظر من در جهت درستی نیستیم، علارغم تمام تلاشی که کادر درمانمون دارن میکنن، از در واقع به روزترین مقالات استفاده میکنن برای اینکه بتونن خدمت برسونن به بیماران. متاسفانه به خاطر اینکه حامی خوبی ندارن خسته شدن، پزشکا فرسوده شدن و این فرسودگی در کنار عدم کارایی سیستم وزارت بهداشت متاسفانه وضعیت رو داره بدتر میکنه. ممنونم از دکتر یاسر قرشی، متخصص اطفال و پژوهشگر از تورنتو کانادا با ما. صبح امروز در افغانستان اصابت 23 راکت به بخشایی از شهر کابل اهالی پایتخت را وحشت زده کرد. وزارت امور داخله گفته دست کم 8 نفر در این حمله ها کشته و 23 نفر زخمی شدند. سفارت ایران در کابل گفته یکی از این راکت ها در محوطه‌اش فرود آمده و ترکش های آن به ساختمان اصلی، پنجره ها، تاسیسات و تجهیزات سفارت آسیب زده، ولی خسارت جانی در پی نداشته. طالبان دست داشتن در این حمله ها را رد کرده. روین رهنوش گزارش می‌دهد. اینم اینجا گرم باز کرد. خدای من.
ثانیه های پس از برخورد یکی از موشک ها. اما وسعت وحشت صبح امروز تنها به یک بخش پایتخت خلاصه نمی شود. وزارت امور داخله گفت 7 موشک در حوزه 10، 5 موشک در حوزه 2، 4 موشک در حوزه 11، 3 موشک در حوزه 15 و 2 موشک در حوزه های 16 و 9 فرود آمدند. منابع گفته اند یکی از موشک ها در کاخ ریاست جمهوری برخورد کرده. سفارت ایران در کابل هم از برخورد یک راکت در محوطه اش خبر داده، اما گفته تلفاتی در پی نداشته. از یک طرف موشک های امروز برای بسیاری از باشنده های کابل خاطرات روزگار جنگ های داخلی را تازه کرد، از طرف برای دومین بار است که با چنین روشی از یک ساحه حمله صورت می گیره. سوال اصلی ای هست که چرا به چنین چیز توجه نشده و موتر که ازش استفاده شده چگونه از این همه موانع امنیتی گذشته و در ساحه مستقر شده. موشک ها از ساحه تهیه مسکن در حوزه 17 امنیتی کابل شلیک شدند. این خودرویی است که از آن به عنوان اسلحه پرتاب موشک ها استفاده شده. شیوه نسبتا جدید حمله که به نظر زیاد فنی و دقیق نیست، اما در هر جای می تواند به هدف بخورد و قربانی بگیرد. مثل این خواهر و برادر که وقت همسایه ها برای نجاتشان دست به کار شدند، کار از کار گذشته بود. گفته می شود مادرشان هم زخمی شده. دولت تقصیر این حمله را هم به گردن طالبان می اندازد. این عمل شنی طالبان تروریست ضعف و شکست این گروه را نشان می دهد و دشمنی آشکار با یک ملت است. انتقام این عمل شوم تروریستی از طالبان گرفته خواهد شد. اما طالبان گفته شلیک های کورکورانه بر مجتمعات عام را اجازه نمی دهد. رویدادهای امروز کابل واکنش‌های زیاد به دنبال داشته. از جمله ارگ ریاست جمهوری محکوم کرده و دستور بازداشت و مجازات عاملان را داده. سفارت آمریکا گفته افغان‌ها نباید در وحشت زندگی کنند. سفارت بریتانیا، اتحادیه اروپا و وزارت خارجه پاکستان هم ابراز غم شریکی کردند. حملات امروز کابل همزمان شد با روند رایدهی مجلس نمایندگان با 10 نامزد کابینه از جمله 2 وزیر امنیتی. نامزد وزیر وزارت دفاع ملی اسدالله خالد وزیر دفاع و مسعود اندرابی وزیر امور داخله. 124 125 هر دو نامزد رأی اعتماد گرفتند. این در حال است که افزایش خشونت‌های هفته‌های اخیر در افغانستان انتقادهای زیادی را به دنبال داشته. خشونت‌هایی که این روزها شیشه امید مردم برای داشتن یک آینده خوب را هم مکدر کرده. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله از کابل با ما هستند. آقای آریان، نهادهای امنیتی در افغانستان بارها گفتند که بیشتر از 20 گروه متعدد در افغانستان فعال هستند، گروه های مسلح مخالف دولت. شما در گزارش اشاره کردید که کار طالبانه. چه شواهدی دارید؟ سلام به شما بینندهایتان. ای دوام جنایت طالبان است. شواهد انکار ناپذیر وجود داره. داخلین مورد حمله بالای دانشگاه کابل که ایره از مجرای داعش مسئولیتش اعلان شد، اما ما فاعلین و طراحانش گرفتار کردیم. اینها مستقیما پیوند با طالبان دارن و با حقانی دارن. در گذشته هم عملات شبیه که انجام شده اینا به هسته طالبان حقانی تحت نام داعش، اینا پیوندهای ناگسست دارند. ما یک هسته مشترک داعش حقانی را که
چند ماه قبل در شکردره کابل سرش عملیات کردیم و 5 عضو مشترکی دو شبکه را از پادر آوردیم. اینها با وضاحت تمام با اسناد و شواهد انکارناپذیر وضاحت داشت که چون معاونیت طالبان حقانی تشکیل میتن، داعش و حقانی اینا زیر یک چتر هستند. پس شما حدس میزنید یعنی شواهدی در مورد این حمله ای که امروز صورت گرفته ندارید؟ یعنی بر اساس شواهد و قرائن قطعا کار طالبان است. هیچ قرائن دیگه نمیتونه که به عنوان یک موضوع شک به نگریسته شود. ببینید در موارد زیاد طی ماهای اخیر وقت به اماکن عامه و اماکن ملکی حملات تروریستی انجام شده، طالبان یک تریک پیش رو گرفتن، یک طرفند فعلا به این شکل و پیش گرفتن که اماکن نظامی را مسئولیت میگیرن، اماکن صحیح. ملکی و افراد ملکی که به شهادت میرسد را از مجرای داعش اعلام میکنن. ما مسئله دانشگاه کابل داریم. دانشگاه کابل از موسایتی که از مادرس که داعشی اعلام کرده بودن، ما کسی را به نام عادل که طراح یک از طراحان حمله به دانشگاه کابل است، وقتی را بازداشت کردیم به اعترافات خود گفت که عضویت حقانی و طالبان را داره و اینها از این مجرا دست به عملیات میزنن، اما تحت نام داعش اعلام میکنن اماکن و هدفهای ملکی را. بنابراین ما در 28 اسد هم یک رویداد مشابه داشتیم که کسایی که در اون رویداد بازداشت شده بودن اعضای شبکه حقانی و طالبان بودن. بله آقای آریان، شما به موارد گذشته اشاره کردید، در حالی که نتونستید جلو تکرار اون رو بگیرید، یعنی باز هم اتفاق افتاده، امروز چطور حرف از انتقام میزنید؟ در گزارش گفتید که دولت افغانستان انتقام این رو خواهد گرفت. ببینید فضا نسبت به هر زمان دیگه بر تروریست ها و طالب ها تنگ شدن. شکست تاریخی را که طالب ها در هلمند و کندهار خوردن، اینها به تصور از این که بعد از 9 ماه آمادگی میتونن هلمند سقوط بتن، کندهار اولس ولایش تصرف کنن، با وجودی که جنگجوهای خارجی پاکستانی بالای 370 تن یا در جنگ حضور داشتن و ایره رهبری میکردن در کنار طالبای توریستی دیگه، اما یک شکست تاریخی خوردن. یک انتقام کلان است که طالبا و توریستای خارجی باید بفهمن که در میدان جنگ یا قطعا مثل که سال گذشته ما دست بالا داشتیم یا در جنگ شکست دادیم، در میدانهای جنگ یا به ناکامی مواجه شدن. در سال جاری هم هرچند یا موپران جنگی خود اعلان نکردن، اما دست به جنایات زدن. این یک فضای تنگنا وقتی یا قرار میگیرن دست به یک موج ترورها و اهداف تروریستی مدنی میزنن. امروز پرتاب راکت ها بالای مردم کابل که تمامیش افراد ملکی قربانیانش هست، ایره میرسانه که آخرین فشار سر طالبا است، آخرین موج فشاری که اینها میخواهند به این طریق یک فاصله را ایجاد کنند بین حکومت و مردم و انزجار مردم را نسبت به حکومت افزایش بدن، در حالی که مردم افغانستان میفهمند، حکومت میدانه که به غیر طالب دیگه هیچ کس نمیتونه که یا بغیر همفکرهای طالب زمینه ساز اعمال تروریستی شود. شما گفتید که طالبان تحت فشارن، شکست خوردن، ولی وقتی ما نگاه میکنیم حملاتی مثل آنچه که امروز هست رو سازماندهی میکنن، البته این ادعای دولت طالبان مسئولیتش رو به عهده نگرفتن، اگر هم درست باشه در جبهه دیپلماتیک امروز مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا با رهبران اونها دیدار میکنن، چه اهرمی دارید که بر روی طالبان فشار وارد بکنید؟ ببینید بحث حسن نیت صلح را همه ما میدانیم که این یک نقطه برای پایان نزاع و منازعه است که بالاخره طالب باید تصمیم خود بگیره. ما برای این حسن نیت یک بخش کلان سیاسیش مذاکرات رو در رو است که حکومت افغانستان پیش گرفته. ببینید در میدان جنگ طالب دلش میخواه که اولس ولایت را سقوط بده، طالب دلش میخواه که کدام ولایت را سقوط بده و ایره به عنوان باج‌خواهی و قدرت طلبی در مذاکرات دوحه مطرح بکنند، و در حالی که طالب توانایی کار را نداره.
ولی وقتی در تنگنا قرار میگیره توانایی را نداره، در جنگ ها شکست میخوره، متوسل به فشار مدنی و ترورهای مدنی میشه که ما موجی از این ترورهای مدنی در متاسفانه در 6 ماه اخیر در مخصوصا در پایتخت به عنوان نقطه فشار داریم. اما در این حال ما تعداد از شبکه های ازیار هم بازداشت کردیم که خب. در اعترافات خود گفتن که اینا از طرف طالبا برشان برنامه داده شده و اینا به عنوان یک موج روانی سر مردم و حکومت میخانی را تعمیل بکنن که فاصله را ایجاد بکنن. قطعا حکومت و مردم افغانستانی دشمن خدا میشناسن. در بحث مذاکرات موقف حکومت و موقف سکتور امنیتی واضح هست. تا زمانی که طالبا بجنگن نابود میشد و هر زمانی که متوسل به ارزش های صلح شود که تا حال ما نمیبینیم که طالب متحد به ارزش های صلح باشه یا با کاهش خشونت و آتش بس، این بر ما هم در داور است. آقای آریان بر افغانستان هم در داور است. آقای آریان، آنچه که امروز اتفاق افتاد یک کار خیلی مخفی و بسیار پیچیده ای نبوده. ما در تصاویر هم داریم یک خودروی بزرگ مملو از مواد منفجره و موشک انداز در پایتخت، جلسات متعدد امنیتی گرفته میشه. چطور با توجه به موجی که خود شما اشاره کردید، موارد متعددی که در هفته های اخیر اتفاق افتاده، امکان استخباراتی جلوگیری از چنین اتفاقی فراهم نشده؟ خب ما خود در قدم نخست این به عنوان خلا میپذیریم که یک خلا شکل گرفته که توریستا با استفاده از این خلا بالای مردم راکت ها را پرتاب کردن. اما از جهت دیگه من میخواهیم را تشریح کنم که ما روزانه شبکه ها و هسته های از یار در حال گرفتاری هستیم. من پیشتر مثال را که بر شما دادم، هسته مشترک داعش و حقانی در شکردره و در چندین نقطه کابل در اسفالی ها اینا سرکوب شدن. موتر مازدای امونیم نایتریت که مواد انفجاری را تعبیه کرده بودن در کابل کشف خونسا شد. موتر یک موتر سراچه مواد انفجاری در قسمت سنگنوشته کابل کشف و به دست آمد و خونسا شد. موارد بسیار زیاد را ما داشتیم، اما خب در موارد دشمن از این خلا استفاده میکنه، این به عنوان یک خلا میپذیریم. امیدوار هستیم که ما با آسیب شناسی هایی که بخش های تخصصی و استخباراتی دارن بتانیم که از تکرار این اعمال جلوگیری کنیم. قطعا ایرا باید بدانیم که آخرین رویداد نخواهد باشه، چون شبکه‌هایشان قطعا کامل بگونه سراسری اینا خونسا نشدن، گرفتار نشدن، تا هنوز شبکه‌های پراکنده‌شان فعال میباشند و در این حال اینها زیر تعقیب ما هستند. حضور پایدار در کابل ندارند، در شهر کابل پراکنده اینا کسایی را دارند، نفوذیایی را دارند که ما قسمتی از این افراد را بازداشت کردیم و افرادی که هنوز اینا زیر ای جال تروریستی فعالیت میکنند زیر تعقیب ما هستند. ممنونم از طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان از کابل با ما. تشکر. زنی که فیلم تخریب اتاقکش در بندر عباس واکنش های گسترده‌ای در فضای مجازی داشت، دست به خودسوزی زده و حالا در بیمارستان بستری است. شهردار بندر عباس از برخورد ماموران عذرخواهی کرد، اما گفته برای خدمت آمده و حاضر نیست استعفا کند. منتقدان میگویند جمهوری اسلامی که با شعار مبارزه با کاخ نشینان و حمایت از کوخ نشینان کارش را شروع کرد، حالا بعد از 4 دهه با پرونده ساخت و سازهای غیرقانونی فرزندان مسئولان روبروست و حاشیه نشینهایی که آلونکهای چند متریشان با خشونت تخریب می شود. پرهام قبادی گزارش می دهد. التماس و گریه کودکانی که سرپناهشان را خراب می کنند. اتاقکی چند متری در بندر عباس که شهرداری میگوید غیر قانونی است. ساکنانش 3 زن و 5 کودک. گریه کودکان اما مانع کار ماموران شهرداری نمی شود. این کودکی است که صدای فریادش در ویدیو می آمد. از مقاومتش در برابر ماموران میگوید و پاسخ آنها. همه میگفتن برو از مامانم گفت که تو بچه نداری که میخوای خونه رو سرمون خراب کنی. گفتش که حالا که اینطوری گفتی خونه رو سرمون خراب کنی. مردم
مادرش بعد از اینکه خانه خراب شد دست به خودسوزی زد. بزرگواری کردن در آقا. سلامتی هم دادا. سلام. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان که به عیادتش رفته بود گفت هزینه درمان را از او نگیرند و قول داد خانه ای به او اهدا کنند. که انشالله فردا تا پس فردا حتما یا محل مناسب، محل سکنای مناسب در شهرشون براشون رهن میشه و پیگیری های لازم از طریق دستگاه حمایتی و خیرین برای احداث یک بام مسکن هم در دستور کار ما قرار داده. اما نه تخریب ها تازگی دارد و نه وعده های مسئولان. این آسیه پناهی زنی 61 ساله در کرمانشاه که 6 ماه پیش با دست خالی به جنگ بولدوزر رفت. ماموران شهرداری نه تنها آلونک 12 متریش را خراب کردند که آنقدر اسپری فلفل استفاده کردند که دچار سکته قلبی شد و جانش را از دست داد. مسئولان به خانواده او هم وعده مسکن داده بودند. مادر شما چند روز گذشته؟ تقریبا 2 ماه بیشتره. تو این 2 ماه الان از کجاها، از کدوم اداره کمکت کردن؟ جای به ما کمک نکرده. ولی همون موقع قول دادن که بهت یه واحد مسکن مهر بده. اتفاقات این چنینی در جهان معمولا منجر به کنارگیری مسئولان می شود، اما نه در ایران. شهردار بندرعباس عذرخواهی کرد اما گفت از استعفا خبری نیست و در روند تخریب نقل و نبات پخش نمی کنند. همچنین گفته ماموران فعلا تعلیق شدند. سال هاست که خانه های بزرگ مسئولان و فرزندانشان خبرساز می شود، مثلا اینجا در لواسان. وای میر محمد علی من کار دارم. نمیان اصلا سر بزنن و اینا؟ ساختمان داداشش. ساختمان داداشش کدومه؟ به تازگی و بعد از چند سال خانه داماد علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را در لواسان خراب کردند. یا ویلای شبنم نعمتزاده، فرزند وزیر پیشین صنعت ایران. و این تصاویری است از 7 زنگان قزوین. منطقه‌ای در 5 کیلومتری شهر قزوین که آب و هوای محشری داره. زمین‌های کشاورزی به ویلاهای مجلل تبدیل شده و روند رسیدگی به آن سال‌هاست در جریان است. تزلزلی که در بین کاخ نشین‌ها هست در بین کوخ نشین‌ها نیست. جمهوری اسلامی با شعار ساده زیستی و نمایندگی از مستضعفان و کوخ نشینان کارش را شروع کرد. جمهوری اسلامی سیاستی در جهت حمایت از قشرهای مستضعفین باشد. باید این خط در آینده ایران تعقیب بشود. این سلاطین جور که همه کاخ نشین تقریبا بودند، اینها به فکر مردم نمی توانستن باشند، احساس نمی توانستن بکنن فقر یعنی چه. حالا بعد از 4 دهه ساکنان کاخها تغییر کردند، اما کاخ نشینی پابرجاست و گسترش پیدا کرده. پرهام قبادی، بی بی سی. مهدی نخل احمدی روزنامه نگار از تورین ایتالیا با ما. نخل احمدی ادعا شده که ماموران شهرداری موازین قانونی را رعایت نکردن. دادستان، حالا رئیس کل دادگستری استان وارد شده. حرفای شهردارم مطرح شده، کم و بیش به نظر ضد و نقیض میاد. اینطور فکر نمی کنید؟ دقیقا از ابتدای روز چهارشنبه، پنجشنبه که این ویدیو منتشر شد، خب موازه ضد و نقیضی از طرف شهرداری بندرعباس مطرح شد. ابتدا اعلام کردند که اصلا هیچ دستی یا دخالتی در این تخریب نداشتند، بعد اعلام کردند این یک آلونه یا 4 دیواری خالی بوده و محل سکونت نبوده، بعدش اعلام کردند که این چون در جهت یا در مسیر رودخانه بوده برای امنیت این خانواده این تخریب انجام شده، و بعدش باز مجددا اعلام کردند که نه، این زمین غصبی بوده و به خاطر همین تخریبش یک کار قانونی بوده. علال حال و حتی شهردار اعلام کرد که ما قبلا به اینها 2 بار تذکر دادیم. تقریبا 1 ساعت پیش ایسنا به قول از قول رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس اعلام کرد که هیچ گونه در واقع تذکری قبلا داده نشده، چون اساسا این 4 دیواری 1 روز قبل از تخریب توسط تعدادی از جهادیون ظاهرا ساخته شده. و خب این موازه رو وقتی کنار هم میذاریم میبینیم خب طبیعتاً در این مورد هم مسئولین مانند موارد قبلی در واقع یک مسیر یا یک راه کامل و درستی رو در پیش نگرفتن.
این خانواده گفته شده که تحت پوشش بهزیستی بودند. کی باید متولی مسکن اینها می بود که کار به اینجا نمی کشید؟ اجازه بدیم برگردیم به کمی عقبتر. ما یکی از دغدغه هایی که نظام در ابتدا داشت همین بحث در واقع این حاشیه نشین ها یا حلبی آبادی نشین ها بود. شهردار سابق، آخرین شهردار تهران در زمان پهلوی بلافاصله بعد از انقلاب اعدام شد به خاطر این که 120 تا از این آلونک ها رو زاران خراب کرده بود. بعد از انقلاب دقیقا انقلابیون نسبت به یک سری از تبصره های قانون کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری که در سال 1334 تصویب شده اعتراض کردند و اعلام کردند که این برخلاف منافع مستضعفین هست و در 27 شهریور 58 اینها این در واقع تبصره ها تغییر کرد. این تبصره ها اعلام میکرد که هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز یا بدون پروانه بلافاصله باید تخریب بشه. این تغییر به این شکل بود که گفتن دست کمیسیون رو باز گذاشتن مبنی بر این که کمیسیون در واقع مختار هست که در جاهایی با جریمه مالی یا نقدی بیاد چشم‌پوشی بکنه. الان در واقع اون زمان به نفع قرار بود به نفع مستضعفین بشه، اما الان همین یک راه باریکه یا یک مفر فراری شده که ما می‌بینیم آقازاده‌ها و بسیاری از کسان مسئولین با اتکا به همین تبصره میان ساخت و سازهای غیر مجاز انجام میدن و نهایتاً به قول داماد آقای شهرمانی میگه کار غیر قانونی کردیم، پولش رو میدیم یا هزینهش رو میدیم. داستان این خانواده هم هنوز مشخص نیست. ما در گزارشی که پخش کردین اعلام بود مبنی بر این که خانواده آسیه پناهی که در کرمانشاه در واقع مادر خودشون از دست دادن، با وجود قولهایی که داده شده هیچ گونه پیگیری تا الان انجام نشده و هیچ گونه خدمات به اونها داده نشده. رئیس کمیته امداد اعلام کرد که ما منزلی در اختیار این خانواده خواهیم گذاشت، ولی عملا این که خب چه ضمانت اجرایی دارد یا چه اتفاقی قرار است برای این خانواده بیفتد بعد از اینکه خب طبیعتاً التهاب خواهد افتاد هنوز مشخص نیست. جالب هم این هست که دارن به دنبال فردی میگردن که از صحنه فیلم گرفته و اون رو منتشر کرده. دقیقاً این یک فرمول ثابتی است در نظام جمهوری اسلامی. یعنی ما ظاهراً خطا کردن یا در واقع هر گونه کار غیرقانونی کردن در نظام جمهوری اسلامی یا ظلم کردن در نظام جمهوری اسلامی ایران، این تشویش اذهان عمومی یا صدمه به جامعه نیست، اما کسانی که این ظلم یا این خطا رو رسانه‌ای میکنن یا این در واقع نسبت به اون در واقع آگاهی رسانی میکنن، اینها تشویش اذهان عمومی انجام دادن. ما چند روز پیش شاهد بودیم که آقای محمد فامیلشون فراموش کردم از خبرنگاران متحد ایرانی که ایشون فقط به خاطر اینکه در آبان ماه نسبت به قطعی اینترنت و فساد اقتصادی که در نظام جمهوری اسلامی ایران بود آگاهی رسانی کرد، متهم به تشویش از آن عمومی شد. اما خب ما با یک چالش مواجه هستیم. درست است این خانواده ممکنه کار غیرقانونی انجام دادن، کما اینکه رئیس کمیسیون محیط زیست هم اعلام کرده که توسط جهادی ها این چهاردیواری ساخته شده. فرض بگیریم این کار غیرقانونی انجام دادن و باید پیگیری باشه. از طرف دیگه نگاه بکنیم، در 41 سال گذشته که مسئولین و حاکمیتی که با در واقع فرار از قانون، با بی‌تعهدی، با بی‌مسئولیتی باعث شدن چنین خانواده هایی، چنین شهروندانی که کم هم نیستن ایجاد بشن. ما امروز مشکلات بسیار زیادی در حوزه مسکن داریم. حاشیه نشینی یکی از بزرگترین مشکلات امروز استانهای محروم مثل خوزستان و هرمزگان است، همچنین استانهای مثل تهران. ما با پدیده‌های مثل پشت بام خوابی مواجه هستیم، ماشین خوابی مواجه هستیم. چه در واقع پیگیری در برابر مسئولین و حاکمانی که تا امروز شرایط کشور رو به جای رسوندن که ما شاهد در واقع به وجود آمدن چنین وضعیتی هستیم، بی سر و سامانی
خانواده ها زنان بی سرپرست هستیم، چه پیگیری برای این بی قانونی ها انجام میشه؟ یک عزیزی میگفت که قانون همیشه برای مستضعفان یک شعر حماسی هست و یک گرز گران هست، اما همین قانون وقتی که به آقازاده ها و خودی ها میرسه یک شعر عاشقانه هست، و به نظرم این بسیار در مورد مسئولین جمهوری اسلامی ایران صادق هست. بسیار ممنونم از مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار در تورینو ایتالیا. برای نخستین بار پایتخت یک کشور عرب میزبان سران 20 کشور ثروتمند جهان است، اما نشست گروه 20 امسال به دلیل شیوع کرونا برای نخستین بار از راه دور و به صورت مجازی برگزار می شود. میزبانی عربستان سعودی اعتراضاتی هم برانگیخته و هواداران حقوق بشر خواهان تحریم این اجلاس شدند. مهرداد فرهمند گزارش می دهد. نشستی دلسرد کننده برای سعودی ها. دو سال برای این روز برنامه ریزی کرده بودند. کارگروه های مختلف را انداخته بودند، تبلیغات کرده بودند، برنامه چیده بودند که از حضور رهبران ثروتمندترین کشورهای جهان در پایتختشان بهره ها ببرند. نشست سران گروه 20 تنها گرد همایی چند ساعته رهبران نیست. در نشست‌های جانبی و غیر رسمی در سر میزهای شام و نهار و هنگام قهوه خوردن در کافه‌های مجلل هتل‌ها پیوندها ساخته می‌شود و تصمیم‌های سرنوشت ساز گرفته می‌شود. اما ویروس کرونا همه اینها را به هم ریخت. سران گروه 20 به جای اینکه در ریاض با هم عکس بگیرند، عکسشان با فتوشاپ ساخته و نقشی بر دیواری گلی شد. تنها ویروس کرونا نبود که نشست سران گروه 20 را به کام سعودی‌ها بیمزه کرد. این آخرین بار است که دونالد ترامپ، یار و پشتیبان عربستان، در نشست حضور دارد، آن هم حضور مجازی. عربستان باید خود را برای جو بایدن آماده کند که گفته با دولت سعودی همچون بچه شرور کلاس برخورد خواهد کرد. موضوع حقوق بشر در عربستان دوباره قرار است دستمایه موضع‌گیری‌های انتقادی غربی‌ها شود. پاسخ مقام‌های سعودی به این انتقادها نیز بیشتر شبیه واکنش همتایان ایرانیشان است. همچنان چه وزیر مشاور در امور خارجه سعودی به خبرنگار بی بی سی گفت: ما اجازه نمیدیم کسی برامون منبر بره و به ما دیکته کنه که چه کار کنیم و چه کار نکنیم. همانطوری که ما به مردم بریتانیا یا آمریکا یا جاهای دیگه نمیگیم چه کار بکنند و چه کار نکنند. ما هیچ وقت درباره حکمی که دادگاهی در آلمان داده قضاوت نمیکنیم. با همین منطق اجازه نمیدیم کسی درباره حکم دادگاه‌های سعودی قضاوت کنه. شب پیش از نشست سران گروه 20، دیوار موزه لوور در پاریس منقوش به چهره زنان زندانی فعال حقوق زنان در عربستان سعودی شد. این برای سعودی ها خوشایند نیست که در چند سال اخیر کوشیدند تصویر کاملا متفاوتی از زن سعودی به جهانیان نشان دهند. ممنوعیت رانندگی برای زنان پایان یافته، الزام به حجاب از میان رفته، بسیاری از محدودیت های دیگر برای زنان از پیش پا برداشته شده، اما همچنان سعودی ها به نقض حقوق بشر متهمند و اتهام های دیگری از جمله جنایت علیه بشریت در جنگ یمن. دستگاه دیپلماسی سعودی با رفتن دونالد ترامپ گویی دوباره به خانه اول برگشته. باید راه برده تازهی برای کنار آمدن با کسی آغاز کند که به زودی ساکن کاخ سفید می شود. مهرداد فرهمند، بی بی سی. عباس عطار، عکاس شناخته شده ایرانی و عضو تأثیرگذار آژانس عکاسی مگنوم، دو سال پیش از دنیا رفت. او در طول زندگی حرفه‌ایش از رخدادهای مهمی در سراسر جهان عکس‌هایی به یاد ماندنی گرفت. اخیراً مستندی به نام عباس به روایت عباس ساخته شده که در هفته‌های پایانی عمر او فیلمبرداری شده. فردا یکشنبه ساعت 20:30 به وقت تهران در برنامه تماشا گفتگوی خواهیم داشت با کامی پاکدل، سازنده این فیلم. خود این فیلم هم دوشنبه ساعت 21 به وقت تهران از بی بی سی فارسی پخش میشه. نگاهی کنیم به دقایقی از این مستند.
Abbas, grand photojournaliste franco-iranien. Je le rencontre pour la première fois il y a 20 ans et nous faisons un livre ensemble. Abbas a photographié le monde pendant 60 ans. Il a été témoin de tous les grands événements historiques de notre temps. Fasciné par son regard singulier et son parcours, je lui propose de réaliser un film sur son travail. Il m'a répondu que c'était trop tôt. Il a toujours refusé qu'on le filme. Il m'a dit, ce genre de film, on le fait juste avant de mourir. 20 ans passent. Abbas me dit, si tu veux toujours faire ce film, c'est le moment. Il nous reste très peu de temps. Trouve rapidement ton équipe et on commence. Abbas. Bye Abbas. Abbas est mort une semaine après la fin de ce tournage. Abbas, première. Et je suis devenu vraiment photographe en 1968. Quand je vois cette photo, là, je sais que je serai photographe. Parce que toute mon esthétique future est là. C'est ce que j'appelle le moment suspendu. C'est-à-dire, je ne gèle pas une situation, je la suspends. Je veux donner l'impression que les gens que j'ai photographiés ont continué à faire ce qu'ils faisaient avant que je les photographie. Abbas me propose de co-réaliser ce film avec moi. Il le sait. Il ne verra pas la fin de ce film. Je devrais le terminer seul. حتماً این فیلم همینطور برنامه تماشا رو فردا شب ببینید. ممنونم که بیننده برنامه 60 دقیقه تا آخر بودید. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی یعنی bbcpersian.com ببینید و همینطور میتونید به کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. در یوتیوب ما گزارش هامون رو میگذاریم، مستند هامون رو میگذاریم و همینطور این برنامه و همینطور اولین برنامه خبری روز رو. ممنونم از همراهی شما.